با درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان، روز گذشته پاریس شاهد تظاهرات سالانه 1 می روز کارگر بود که به خشونت کشیده شد. پلیس در پاریس تقریباً 200 تظاهر کننده نقابدار که گزارش شده شیشه فروشگاه‌ها را شکسته و اتومبیل‌ها را آتش زدن دستگیر کرده است. در جریان این تظاهرات گروه‌های چپ افراطی هرج و مرج طلب موسوم به بلوک سیاه موفق شدند تظاهرات آرام علیه اصلاحات دولت امانوئل مکرون در بخش کارهای دولتی را تحت شعاع قرار دهند. پلیس گفت که حدود 1200 نقابدار در تظاهرات سالانه اول ماه می که از طرف اتحادیه‌های کارگری برپا شده بود شرکت کردند. پلیس برای متفرق کردن این گروه از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. در مجموع 4 نفر از جمله 1 افسر پلیس جراحات سطحی برداشتند. تظاهر کنندگان سیاه‌پوش سعی کردند راهپیمایی را متوقف کنند و بعداً شیشه مغازه‌ها را شکستند و مکدونالدی را که در نزدیکی ایستگاه بود آتش زدند. چندین وسیله نقلیه و 1 نمایشگاه اتومبیل هم به آتش کشیده شد. زلزله‌ای به شدت 5.2 ریشتر صبح امروز چهارشنبه شهر یاسوج، مرکز استان کوکیلویه و بویراحمد و برخی از شهرهای دیگر این استان را لرزاند. گزارش شده که در این زلزله دست کم 70 نفر زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهرخ کناری فرماندار بویراحمد خبر داد که این زلزله باعث قطع شدن شبکه‌های تلفن همراه، برق، آب و گاز شده است. وی گفت که هنوز گزارشی درباره تلفات جانی در این زلزله اعلام نشده است. وزارت خارجه مراکش روز سه‌شنبه 1 می اعلام کرد که دولت این کشور روابط خود با ایران را به دلیل حمایت این کشور از جبهه پولیساریو سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی قطع می‌کند. ناصر بوریته وزیر امور خارجه مراکش گفت این کشور سفارت خود در تهران را می‌بندد و سفیر ایران در ربات را اخراج خواهد کرد. در همین زمینه بهرام قاسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همکاری سفارت ایران در الجزایر با جبهه پولیساریو را تکذیب کرده است. آرس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که اسفند ماه سال گذشته به ایران رفته بود بازداشت شده است. خانم امیری دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است و همزمان با شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسول همکاری داشته است. محسن عمرانی پسرخاله خانم امیری در توییتر خود این خبر را اعلام کرده و گفته است که او از 23 اسفند 1396 توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود. بعد از اعلام خبر بازداشت عباس عدالت، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن، گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره بازداشت چند نفر دیگر توسط نهادهای امنیتی ایران منتشر شده بود. عفو بین الملل روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته است که اجرای قریب الوقوع حکم اعدام رامین حسین پناهی، مرد 22 ساله کرد ایرانی را متوقف کند. عفو بین الملل می‌گوید قرار است روز پنجشنبه حکم اعدام آقای حسین پناهی به اتهام قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی اجرا شود. این در حالی است که او در دادگاهی ناعادلانه به این حکم محکوم شده و دادگاه به شکایت رامین حسین پناهی درباره شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکرده است. فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در امور خاورمیانه، در این زمینه گفته است پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا پایان نمونه ای از سقوط نفسگیر عدالت است. او در حالی در دادگاه حاضر شد که آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود و در دادگاهی به مدت کمتر از 1 ساعت به اعدام محکوم شد. با سپاس از شما که با ما همراه بودید، این بود خبرهای امروز.